به نام خدا. سلام. جلسه قبل از قسمت استوکیومتری من شروع کردم یک تقسیم بندی کردن، اگه خاطرتون باشه، یعنی استوکیومتری رو تقسیم کردیم تو قسمت‌های مختلف: فرمول نویسی، استوکیومتری واکنش، استوکیومتری فرمول. جزئیاتش هم تا یه حدی گفتیم، فرمول نویسی رو هم راجبش حرف زدیم. اون جلد صفر و موضوعاتش و بنیانها و ترکیبای دوتایی و ستایی و و مسئله های شبیه به اون، اینو جلسه قبل راجبش حرف زدیم، توضیح دادیم، جزوهشو نشون دادیم و کلیاتشو گفتیم، یه بخش فرمول نویسی هم گفتیم. الان کاری که میخوام انجام بدم اینه که برم به سمت این که یه چند تا تست، البته سرفصل فرمول نویسی سرفصل ساده ایه، ولی یه چند تا تستشو ببینید از انواع مختلفش رو یه نگاهی با هم بکنیم. خیلی باز تأکید میکنم چیز خیلی مثلا ویژه و عجیب و غریبی نیست، ولی خب لازمه که حتما بدونیدش. یه سه چهار تا تست رو با هم میبینیم، بعد ادامه میدیم تو قسمت‌های دیگه. خب اول بریم سراغ تست شماره 1: نسبت تعداد کاتیون ها به آنیون ها در کدام ترکیب با نسبت تعداد آنیون ها به کاتیون ها. دقت کنید، این یک چیز خیلی مصطلحه، خیلی یه چیز روتینیه که میان تو تست ها این تقسیم بندی رو انجام میده: نسبت کاتیون به آنیون، نسبت آنیون به کاتیون. جا به جا میکنه اینها رو، بخشی رو کاتیون به آنیون میگه، بخشی رو آنیون به کاتیون میگه. این یه نکته. نکته دوم این که طبق کتاب شما میاد و نمک ها رو همه رو یونی در نظر میگیره. حالا این که چقدر صحیحه یا نیست کاری نداریم، ولی یادتون باشه که در کتاب نمک ها رو یونی در نظر میگیره، یعنی همون جزء سمت چپ رو کاتیون میگیره، جزء سمت راست رو میاد آنیون میگیره. خب پس بنابراین الان ترکیب آمونیوم کربنات، من اینجا نوشتمش که آمونیوم کربنات به چه صورتیه. آمونیوم کربنات که خب میشناسین، طبق اون چیزی قبلا گفتیم، NH4 2 CO3. باز یادآوری میکنم، آمونیوم تنها کاتیون چند اتمی بود که ما میخوندیم، تو تستاتون هم هست، این تنها کاتیون چند اتمی است. CO3 هم که کربنات، جزو بنیانهای ترکیبات ستایی. خب نسبت آنیون به کاتیونش برابر میشه با 1:2. حالا این تمرینی برای اینه که شما بتونید فرمول ها رو بنویسید. خب لیتیوم سولفات الاید و SO4 آلومینیوم نیترات AlNO3 مرتبه، لیتیوم کربنات و منیزیم هیدروکسید. اینها رو کاتیون با آنیونش رو میخواد، کاتیون با آنیون 2:1، کاتیون با آنیون 2:1، کاتیون با آنیون 1:3 و 1:2. خب مشخصه که الان کدوم با کدوم برابره. آنیون به کاتیونش 1:2 برابر با، عرض کنم که، کاتیون با آنیون MgO8 مرتبه که میشه 1:2. این MgO8 مرتبه هم قبلا گفتیم دیگه، منیزیم هیدروکسید یا همون باز معروفی که بهش میگن شیر منیزی. خب اما سوال 2: با توجه به ویژگی های زی در کدام گزینه ترکیبات ABC به درستی بیان شده؟ آ رو معرفی کرده، نسبت تعداد کاتیون به آنیونی برابر 1. بی دارای پیوند کووالانسی. سی انتقال 3 مول الکترون بین اونها در هنگام تشکیل 1 مول ترکیب یونی. به خاطر اینو آوردیم که شما این مورد بی و سی رو ببینید. حالا اینکه کاتیون به آنیون بود بالا دیدید، برای اینکه اینو تماشا کنید که این پیوند کووالانسی و اون انتقال 3 مول چه معنا و مفهومی ده. خب بیایم به پاسخ. دونه دونه نوشته شده: لیتیوم کلورید، لیتیوم فسفات، کلسیوم سولفات و الی آخر. خب اول قسمت اولش رو چک کنیم که میگه نسبت تعداد کاتیون به آنیون برابر 1. خب کاتیون به آنیون 1:1، 1:1، 1:1، 2:3 کاتیون. پس الان گزینه 4 سرضرب هست میشه دیگه، چون قسمت اول رو نداره. بین سه گزینه 1، 2، 3 یکیشو باید انتخاب کنیم. پس بریم قسمت دوم. میگه بی دارای پیوند کووالانسی باید باشه. بسیار خوب. الان بین اینها دقت بفرمایید. بین اینها پیوندی وجود داره بین، حالا راجع به پیوند یه ذره حرف میزنم، بین الای با بار مثبت و آنیون PO4 با بار منفی 3 بار منفی. اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. پس اینا همشون دارای پیوند یونی بین کاتیون و آنیونشون هستن. اما در بین
این ستا دقت بفرمایید، شما بی آس رو دارید، باریوم سولفید رو دارید که فقط شامل یک پیوند یونیه، یعنی بین بی آ و اس، درست شد؟ این هیچ پیوند کووالانسی داخلش وجود نداره. پیوند بین بی آ و اس، بین یه فلز نافلز گفتیم نمک رو میگیره، پیوند یونی. پس این هم جواب نیست، دقت بفرمایید. بین یک و سه یک کدوم از این هاست؟ چرا انتخاب کردیم؟ دقت کنید، بین الای مثبت و پی او 4 سه بار منفی پیوند یونی، بین سی آی 2 مثبت و پی او 4 سه بار منفی هم پیوند یونی. اما داخل این فسفات ها هر دو بین پی و او، پیوند بین پی و او هم در داخل این و هم در داخل این هر دو پیوند کووالانسی است. تکرار میکنم، در داخل این بنیان ها پیوند چی وجود داره؟ پیوند کووالانسی وجود داره. میره قسمت سی، میگه انتقال سه مول الکترون. بسیار خوب، شما برای اینکه انتقال الکترون رو بررسی کنید باید ببینید تعداد کاتیون و بارش یا تعداد آنیون و بارش چند است. دقت، الان من اینجا یک کاتیون دارم و یک آنیون. خب کاتیونم دوبار مثبته یا ظرفیتش دوه، اینم دوباره منفیه. یه دونه هم دارید، یه دونه دوباره مثبت دارید، یه دونه دوباره منفی. اگر بخوام تعداد انتقال الکترون ها رو بررسی کنیم باید تعداد کاتیون یا تعداد آنیون رو در بارش ضرب کنیم و لحاظ کنیم. خب یعنی الان یه سی آی دوباره مثبت میاد، یه اس او 4 دوباره منفی، پس دو تا الکترون رد و بدل میشه. خب پس این هم پاسخ نیست، میماند این یکی. بذار چک بکنیم ببینیم ال آی هاش سی او 3 آلومینیوم هیدروژن کربنات. بسیار خوب، الان شما یه دونه اینجا آل سه بار مثبت دارید و هاش سی او 3 یک بار منفی. گفتم باید تعداد هر کدام رو، زیروند رو در حقیقت بیاید و در بارش ضرب کنید، یکی در سه بار مثبت یا سه تا در یه دونه منفی. درست شد؟ یعنی سه تا منفی یا یه دونه سه بار مثبت خواهد اومد، یعنی این میشه تعداد الکترون های مبادله شدهش، یعنی میشه سه تا که میشه جوابتون. اما یه نکته آخری رو من توضیح بدم در موردش، البته نمیخوام خیلی واردش بشم، بعدا حتما بهش میرسیم، یه جلسه مستقلی حتما راجبش حرف میزنیم. اون چیه موضوعمون؟ موضوعی حرفیه که توی سوال زده شده، دارای پیوند کووالانسی. دارای پیوند کووالانسی، من یه توضیح خیلی ریز مختصر راجبش بگم و بعد گفتم این خودش یک سرفصل و درسه. موضوع چیه؟ موضوع اینه که شما اولا پیوند تعریفش چیه، نیروی بین مولکولی تعریفش چیه. فصل سه دهم که البته یه ذره مثلا تو فصل یک و اینا راجبش حرف زده میشه، پیوند تعریف داره برای خودش، انواع داره، پیوند بین اتم ها برقرار میشه، کاری نداریم، به جاش توضیح خواهم داد. اما یادتون باشه که فعلا این تو ذهنتون باشه که ما دو نوع پیوند بیشتر نداریم، پیوند کووالانسی داریم و پیوند یونی یا پیوند اشتراکی و الکتروالانسی. ما دو نوع پیوند داریم و نیروی بین مولکولی هم داریم که حالا یکیش هیدروژنیه یا به نام پیوند هیدروژنی، و عرض کنم به حضور شما که نیروی واندروالسی، حالا یا میتونیم بگیم واندروالسی نوع اول، نوع دوم، یا بگیم واندروالسی و نیروی لندن که حالا به جاش توضیح خواهم داد. فقط حواستون باشه ما دو نوع پیوند بیشتر نداریم، پیوند کووالانسی و پیوند یونی. خب و یک مفهومی همینجا باز میشه که باز توضیحش برای سرفصل خودش و جای خودش، بحث قطبی بودن، کووالانسی قطبی، کووالانسی ناقطبی، مولکول قطبی، مولکول ناقطبی، یا یک سرفصلی به نام قطبیت. پس اینکه گفته پیوند کووالانسی یا پیوند اشتراکی، اتم ها باید الکترون به اشتراک بگذارن در شرایطی و توضیحات دیگه. در ادامه اون دو تا تستی که گفتم تو فرمول نویسی داریم روش کار میکنیم، دو تا تست دیگر رو هم بررسی کنیم با هم دیگه که یه نوع دیگه ای از کار رو هم با هم ببینیم. در تست شماره 11، البته این یک مجموعه تست بچه ها که این مجموعه تست رو با جوابهاش در اختیار خواهیم گذاشت، خودتون بررسی میکنید، من فقط دارم نمونه های رو انجام میدم که ببینید به چه صورتی این کار انجام میشه. اون بحث آنیون به کاتیون بود و داستانی که دنبالش گفتم براتون. اینجا هم یک دو نوع دیگه و یه سری مطالبی که ریز بریز در داخلش وجود داره.
سوال شماره 11، اتم X با گرفتن 2 الکترون و اتم Y با از دست دادن 3 الکترون به آرایش گاز نجیب آرگون میرسه. کدام مطلب درباره‌اش این دو تا اتم درسته؟ بحث همدوره‌ای بودن رو مطرح کرده، بحث دسته‌بندی ها رو، این دسته S دسته P، بحث الکترون های ظرفیت رو مطرح کرده، شکل ترکیب یونی فرمولش در حقیقت به چه صورتیه، و در نهایت اینه که لایه آخر و لایه ظرفیت و اینها، یعنی یک تست کاملا ترکیبی است با زیر لایه ها و لایه ها و دستبندی ها و در نهایت هم آنیون کاتیون و فرم. خب بیایم سراغش. طبق گفته خودش X دو تا الکترون میگیره، پس X دوبار منفیه، Y سه تا از دست میده، هر دو هم میشن آرگون. خب آرگون هم که یک است و دو است و فلان تا آقای سه است و 18 است دیگه آرگون. شما باید اون عناصر گروه 18 رو حتما بلد باشید با عدد اتمیش، یعنی هلیوم و نئون و آرگون و عرض کنم که کریپتون و زنون و رادون، 2 و 10 و 18 و 36 و 54 و 80 و 6. با آگانسون کاری نداریم. خب حالا بلد باشید بد نیست، ولی خب این چند تا رو باید کاملا بدونید: هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون و رادون. خب اینجا رو دقت بفرمایید، پس این 18 سی رو بخاطری به ذهن بسپارید، خیلی راحت تر میتونید باهاش کار بکنید. خب چون که X باید دوتا گرفته و شده آرگون، پس خود X دوتا رو کم میکنیم میشه 3P4. Y سه تا از دست داده و شده آرگون، پس خودش میشود 4S2 3D1. راجع به دسته بندی الان توضیح خواهم داد، میشه 4S2 3D1. حالا البته شما میتونید 3D1 رو اینجا بگذارید، یعنی 3S2 3P6. دقت کنید بچه ها، 3S2 3P6، 4S2 3D1. 3D1 رو بنویسیم اینجا، هیچ اشکالی نداره، هر دوش هم صحیحه. ما بر اساس نوبت پر شدن نوشتیم، این چیزی که من در Y نوشتم بر اساس نوبت پر شدنه. شما اگه این سدی رو بخواید سر جاش بذارید اون سمت، بگیم 3S2 3P6 3D1، بر اساس اینکه کدوم زیر لایه مال کجاست، خب سدی مال لایه سومه، تو خودش باید بنویسیم. اون مربوط به ترتیب زیر لایه هاست، در حقیقت ترتیب لایه هاست، اینکه کدوم زیر لایه مال کدام لایه است. اینی که ما نوشتیم بر اساس ترتیب پر شدن، اگر ندیدید خیلی جای تعجب نداره. خب اما در مورد دسته بندی، ما 4 تا دسته عناصر داریم، دسته S داریم، دسته P داریم، دسته D داریم و دسته F داریم. خب دسته S اونهایی هستند که به S ختم میشه آرایش الکترونیشون. البته دقت کنید وقتی ما صحبت آرایش الکترونی میکنیم و این دسته بندی که انجامش میدیم بر اساس نوبت پر شدنه، پس دسته بندی که الان ما انجام میدیم بر اساس نوبت پر شدنه. خب اگر به S ختم بشه در نوبت پر شدن، عرض کنم به حضور شما که میشود که دسته S، اگر که به P ختم بشه میشه دسته P، اگر به D ختم بشه میشه دسته D، اگر که عرض کنم که به F ختم بشه میشود دسته F. درست شد؟ خب که الان شما اگه نگاه کنید، الان این به P ختم شده، پس این دسته P، این عرض کنم به حضور شما که به D ختم شده میشه دسته D، اگر حالا به S ختم شده بود دسته S، اگر به F ختم شده بود میشه دسته F. این از دسته بندیتون. و اینکه ببینیم الان کدام یک از این گزینه هامون درسته. در مورد الکترون های ظرفیت هم اگر خاطرتون باشه، الکترون ظرفیت و لایه آخرم یه صحبتی جلسه قبل گفتیم، یعنی گفتیم که ما سه تا اصطلاح داریم توش کلمه ظرفیت هست: ظرفیت، الکترون ظرفیت، لایه ظرفیت. لایه ظرفیت که میشه لایه آخر، الکترون های ظرفیت میشه الکترون های لایه آخر. ظرفیت هم که یادتون باشه گفتیم تعداد الکترونیه که مبادله میکنه تا به پایداری برسه. الان دقیقاً همین کارو میخوایم انجام بدیم. ببینید همین کار قراره انجام بشه. خب اولا میگه X و Y که در گزینه 1 میگه X و Y که هم دوره اند و به ترتیب دسته های P و S تعلق دارن. ملاحظه بفرمایید در تخته که این میشه دسته P و این دسته D، این دسته P و این دسته D، پس این صحیح نیست. در دومی تعداد الکترون ظرفیت X 2 برابر تعداد الکترون ظرفیت Y. اینجا ببینیم تعداد الکترون های ظرفیت X میشه چند تا؟
الکترون های لایه آخرش میشه 6 تا، در حالی که الکترون های ظرفیت دی این اس و دی در حال پرشدنش میشه 3 تا. پس 6 تا الکترون ظرفیت در آخر و این هم 3 تا الکترون ظرفیت. دسته اس الکترون های ظرفیتش در اس، دسته پی اس و پی آخره، دسته دی اس و دی آخر خواهد بود. این میشه 3 تا و این 6 تا. پس این دو برابر x، دو برابر y که درست هم هست. ترکیب یونی به صورت این عنصر، به صورت این دو عنصر، به صورت x و y دو. اولا x آنیونه و y کاتیونه، یعنی y باید بره در سمت چپ و x باید بیاد در سمت راست. خب اصلا فرمتش اون نادرسته. x دارای ظرفیت 2 و y دارای ظرفیت 3. حالا به این گوگرد عرض کنم به حضور شما که، و این اسکاندیومه که خیلی عناصر مشهوری هم هستن، ولی به هر حال ظرفیت این 2 و ظرفیت این 3 خب جابجا میشه، اصلا میشه y2x. جای هم آنیون کاتیونش اینها نادرسته. و در چهارم میگه عنصر y 3 الکترون در لایه آخر خود دارد. دقت بفرمایید، در لایه آخر خودش، این لایه آخرش لایه چهارمه، درست شد؟ خب این لایه آخر لایه چهارمه و در داخلش 2 الکترون وجود داره. ملاحظه میفرمایید 2 الکترون داره. به همین خاطر ما وقتی داشتیم صحبت میکردیم اومدیم گفتیم که برای دسته S میشه S آخر، دسته P میشه S و P آخر، دسته D میشه S و D آخر که خب در حال پر شدن هستند. پس شد گزینه 2 با توضیحی که گفتیم. خب اما در تست بعدی، تست بعدی رو ببینیمش. اگر اتم X دارای 15 الکترون با عدد کوانتوم L مساوی 1. خب عدد کوانتوم L مساوی 1، ما دو تا عدد کوانتوم داشتیم، کوانتوم اصلی و کوانتوم فرعی. خب حالا باز در مورد این مدل کوانتوم، عددهای کوانتوم، این که عددهای کوانتوم مختصات الکترون ها هستند در یک فضای سه بعدی، کوانتوم اصلی کوانتوم فرعی چیه، راجع به خودش در جای خودش صحبت میکنیم. ولی n میشه عدد کوانتوم اصلی، 1 داریم، 2 داریم، 3 داریم، و l عدد کوانتوم فرعی، در حقیقت اون زیر لایه های فرعی رو به شما نشون میده. s دارید، p دارید، d دارید و f ها، که s عدد، حالا 1 و 2 و 3 که گفتیم عدد کوانتوم اصلی هن. کوانتوم فرعی های ما L مساوی 0 میشه S، L مساوی 1 میشه P، L مساوی 2 میشود D و L مساوی 3 میشه F. این به ترتیب 1، 2، 3، 0، 1، 2، 3. پس این که به شما در سوال گفته شده که عدد اتم X دارای 15 الکترون با عدد کوانتومی L مساوی 1، یعنی من 15 تا الکترون در زیر لایه P دارم، منظورشون اینه. کدام یک از گونه ترکیب حاصل از واکنش با عنصر کلور رو با رعایت قاعده هشتگ به درستی نشان میده. خیلی خوب، پس الان فهمیدیم از صورت سوال، اینجا براتون توضیح گفتم، الان از صورت سوال فهمیدیم که L0S اینو میدونیم، L1P، L2 میشه D، L3 که میشه F که ننوشتیمش. اینو فهمیدیم که ما 15 تا P داریم، یه 2P6 داریم، یه 3P6 داریم، این آرایش الکترونی، و باز بر اساس ترتیب پر شدن نوشتم 4S2 3D10 4P3، چون 6 تا 12 تا 3 تا دیگه میذاریم تا میشه چند تا، میشه 15 تا. حالا دوست داریم مثلا 3D رو بذارید اینجا بر حسب تعلق لایه ها و زیر لایه ها به لایه های خودشون باشه، اشکالی نداره و درست هم هست. خب این پس میشه آخریش. در مورد دوره و تعیین دوره و گروه باز خودش درس در جای خودش خواهم گفت، الان فقط اشاره میکنم. بزرگترین N که آرایش الکترونی بهش ختم میشه میشه دوره شما. خب این چجوری نوشته میشه؟ الگوی کلیمون چجوریه؟ 1S2 2S2 2P6، 3S2 3P6، 4S2 3D10، 4P6، ادامش 5S2 4D10، 5P6، بعد میره سراغ 6S2 4F14، 5D10 6P6، 7S2 5F14، 6D10 و 7P6. این کل الگوی شما برای نوشتن همون قاعده آفبایی که دیدید. پس میتونیم یه جوری جمع جورش کنیم، بگیم از دوره 4 یا بگیم از لایه 4 به بعد، بعد از 4S، یا بگیم از 4 به بعد بین S و P،
بین اس و پی، یعنی بین 4s و 4p، 5s و 5p. دی لایه قبل قرار میگیره، دی لایه قبل، یعنی 4s 3d ترتیب پر شدنش و 4p. از لایه ششم به بعد، پس از چهارم به بعد، بین اس و پی زیر لایه دی لایه قبل پر میشه. از ششم به بعد بین اس و دی، از ششم به بعد بین اس و دی اف پر میشه، زیر لایه اف، اف زیر لایه اف دو لایه قبل، پس میشه 6s2، 4f14، 5d10. میبینید بین دی و اس اف اومده، متأف دو لایه قبل. باز سر جای خودش عرض میکنم، توضیح مفصلی خواهم گفت. خب این الان پس به این صورت نوشته میشه، بزرگترین انش میشه دورش و جمع الکترون های اس و پی، دسته پی اس و پی به علاوه ده، که این دهش به خاطر سدیه، جمعش میشه گروهش. اینم یه توضیح کوچولو فعلا بدم. برای دسته اس، برای دسته اس گروه نشان دهنده تعداد الکترون های اس آخر، نشان دهنده گروهشه، به جز هلیوم. هلیوم جزء دسته اس هست، ولی الکترون های لایه آخرش به شما گروهش رو نشون نمیده، گروه 18 است. سر جای خودش این توضیح رو میگم بهتون. دسته اس پس میشه الکترون های گروهش، میشه الکترون های آخرش. دسته پی برای تعیین گروه، تعیین دورش رو که دیدید، برای تعیین گروه دسته پی، اس و پی آخر به علاوه 10. برای دسته دی مثل اسکاندیوم مثلا، همین که سوال قبل بود، ایگرگ، اس و دی آخر، اس و دی آخر رو با هم جمع میزنیم میشه گروهش. برای اف هم اگر به 4f ختم میشد آرایشمون، 4f در حال پر شدن بود، یا 4f آخرین زیر لایه که باش طرف هستیم بود تو نوبت پر شدن، میشه لانتانید. اگر 5f بود میشه آکتینید. این نکتهش. پس الان این میشود دوره 4 و گروه 15. بسیار خوب، دوره 4 و گروه 15، این میشه ساختار لوئیسش. باز در مورد ساختار لوئیس سرفصل هست، باید توضیح بدیم بعدا. این میشه ساختار لوئیسش. در ساختار لوئیس شما الکترون های لایه ظرفیت رو در 4 سمت اطراف نماد عنصر می نویسید، اول یکی یه تک الکترون، بعد جفت و و و و، قانون های خودش رو داره. پس به این صورت ملاحظه می فرمایید، یا ظرفیت 3 شما ملاحظه می کنید. خب حالا اگر که کلور بیاد و بخواد با این وارد پیوند بشه، خب کلور یه تک الکترون داره آخرش، سه تاش باید تک الکترون بیاد، با این سه تا تک الکترون این بشه XCl3، درسته؟ همون چیزی که در گزینه 1 هست. XCl3 قاعده 8 هم رعایت شده. این X دارای سه تا الکترون چیه؟ سه تا الکترون تک هست، طبق چیزی که اون سمت دیدید. قسمت دوم درسمون بعد فرمول نویسی که توضیحش رو گفتیم و یه چند تا تمرین هم راجعش حل کردیم، 15 تا تست هم باید خودتون حل کنید طبق چیزی که بهتون میدیم، و حالا تستای دیگه، دومیش استوکیومتری فرموله. استوکیومتری فرمول اگه خاطرتون باشه دو قسمت بود، یه قسمتش مفاهیم اساسی بود، یه قسمت که ننوشتم اینجا جرم فرمول تجربی، فرمول مولکولی بود که کاری باش نداریم. الان میخوایم سر این قضیه مفهوم اساسی شیم، یعنی مفاهیم اساسی شامل 4 تا تعریفه: جرم اتمی، اتم گرم یا مول، جرم مولکولی و نهایتا مولکول گرم یا مول. خب فقط یه مرور سری میخوایم بهش بکنیم. خب شیمی دهم فصل اول. خب جرم اتمی تعریفش که جرم یه اتمه دیگه، چیز خیلی خارق‌العاده ای نیست، جرم یک اتمه. برای اندازه گیری جرم یک اتم شما از واحد گرم نمیتونید استفاده کنید، به دلیل اینکه جرم بسیار بسیار کوچیکیه. پس شما از یک واحد جدید استفاده میکنید برای اندازه گیری ازش، آیا واحد جدید استفاده میکنید. حالا اگه بخوایم یه ذره توضیح بیشتر بگم، داستان از این قراره که وقتی ما بخوایم جرم یک اتم اندازه گیری کنیم، دو راه داریم: یا یک اتم رو اندازه بگیریم،
تو ترازو بذاریم، یا اینکه نه یه تعدادی از اتم ها رو اندازه بگیریم، جرمش هر چقدر که شد برای یه دونش تقسیم بر تعداد بکنیم. پس یه بار میگم، یا یه دونه رو اندازه بگیریم، یا بیایم یه تعداد زیادش رو اندازه بگیریم، جرم هر چقدر که شد تقسیم بر تعدادش بکنیم تا جرم به دست بیاد. خب ببینیم که کدام یک رو باید انجام بدیم. اول بریم سراغ این که ما میخوایم جرم یه اتم اندازه بگیریم، الا و لابد باید یه دونه اندازه گیری بشه. خب ما برای اینکه یه اتم اندازه بگیریم، اولا یه اتم رو نمیشه پیداش کرد، بعد تازه اگر فرض کنیم پیداش هم کردیم، بر فرض با چه ترازوی این جرم اندازه بگیریم؟ بسیار بسیار کوچیکه. چجوری باید اندازش بگیریم؟ عملا شما نمیتونید اینو با ترازو اندازه بگیرید، یکایی براش ندارید، سنگ ترازوی براش ندارید که بخواید اینو اندازه بگیرید. شما گرم، دهم گرم، صدم گرم، هزارم گرم، خیلی کوچکتر از این حرف هست. پس براش یک واحد جدید میسازن، یک سنگ ترازوی جدید ایجاد میشه براش. اون واحد چیست؟ واحدیست به نام AMU، Atomic Mass Unit. یک واحد یا یک یکای جدید، یا به قول حالا کتاب سنجه جدید برای اندازه گیری. این واحد چیست؟ طبق تعریف یک دوازدهم جرم اتم کربن 6 12 است. یک دوازدهم جرم، یعنی این یک فرضه، دقت کنید، دقت بفرمایید، این یک فرضه. یعنی میگه که شما یه دونه اتم کربن رو در ذهن تصور کن، 6 12 رو، این ایزوتوپ رو، و حالا این وزنش رو در ذهنت اندازه بگیر، هر چقدر که میشه، x y r b هر چی هست، اینو تقسیم بر 12ش کن، یعنی به 12 قسمت تقسیمش کن، اون 1/12مش میشه از این به بعد سنگ ترازوی شما. پس واحد یا سنگ ترازو یا یکای اندازه گیری شما میشه 1/12 جرم اتم کربن 6 12. اینجا نوشتم براتون. خب طبق این، حالا که ما به دست آوردیم، خب جرم خود کربن میشه 12 AMU، این که واضحه. من یه چیزی رو 12 قسمت کردم، هر یک قسمت از اون 12 قسمت رو 1/12مش رو گرفتم، یک. چند تا تو خودش 1/12 هست؟ خب 12 تا دیگه مشخصه. پس میشود 12 AMU. با نسبتی که میگیرن و محاسباتی که انجام میدن، بقیه ی عناصر رو هم به دست میارن با محاسبه. دقت کنید، با محاسبه. S32O16 کا39 F19 و و الاخر، همه رو اندازه میگیرن. اما این مشکلی از ما حل نمیکنه، به دو دلیل. دقت کنید، نه اینکه چیز بدیه، ولی مشکلی رو حل نمیکنه. علت یک اینه که ما نمیتونیم در آزمایشگاه اندازه بگیریم، اینا همه فرض و ذهن ما بود، قابل اندازه گیری در آزمایشگاه نیست. نکته دوم و نکته مهمتر اینه که ما ذهنمون AMU رو متوجه نمیشه، ما مفهوم AMU رو نمیفهمیم، ما ذهنمون گرم رو متوجه میشه. ببینید، اگه یه چیزی مثلا به شما بگن که یه چیزی مثلا 20 گرمه، 100 گرمه، 2000 گرمه، ذهن ما یه درکی ازش داره، میفهمیم. یعنی مثلا ما قبلا یه 2 کیلو پرتقال دستمون گرفتیم، میدونیم 2 کیلو 2000 گرم چقدره. یعنی یه درک نسبی ازش هست، ذهن ما اینو میفهمه. وقتی میگی یه چیزی مثلا 2 گرمه، 5 گرمه، 10 گرمه، ناخودآگاه مثلا یادیت که پر، یادیت که کاغذ، یه چیز سبک. ولی اگر که به شما بگن که یه چیزی 10 AMU، ما هیچ چیز 10 AMU تا حالا درک نکردیم، لمس نکردیم. یه چیزی 100 AMU، ما ذهنمون اصلا متوجه مفهومش نمیشه. گرم رو میفهمه، AMU رو نمیفهمه. پس ما باید بریم سراغ این که حتما بر اساس واحد گرم اندازه بگیریم. اینجاست که نکته دوم ایجاد میشه که میگه آقا چرا یه دونش رو اندازه بگیریم؟ ما یه تعداد زیادیش، این فرض ماست، یک تعداد زیادیش رو اندازه میگیریم. حالا وقتی دیگه خیلی زیاد باشن، مثلا یکیشو نمیشه، 10 تاشو نمیشه، 10 میلیون نمیشه، 100 میلیون نمیشه، 100 هزار میلیونش که شاید مثلا بر حسب گرم بشه، یه تعداد زیادیشو اندازه میگیریم بر حسب گرم، و بعد برای یه دونش اگر خواستیم تقسیم بر چی میکنیم؟ تعداد میکنیم. این وزن بر حسب گرم تقسیم بر تعداد، وقت یه دونش به دست میاد. خب حالا یک سوالی که پیش میاد، چه تعدادی رو باید اندازه بگیریم؟ ها؟ چه تعدادی؟ یک استاندارد ارائه بکنیم، چند تا؟
این استاندارد ارائه شده. عدد آواگادرو 6.02 یا 6.022 فرق نداره در 10 به چون ادامه داره. در 10 به توان 23 عدد آواگادرو که با NA نشون داده میشه، عدد آواگادرو با NA نشونش میدن. اومدن گفتن از این به بعد شما به جای یک اتم، نه مثلا 100 هزار و 100 میلیون و 100 هزار میلیارد و اینا، نه، بیاید به تعداد عدد آواگادرو همه دنیا، به تعداد آواگادرو اتم بردید ببرید وزن کنید. حالا میتونید بر حسب گرم اندازه بگیرید. عدد آواگادرو بچه‌ها برای ما یه عدد طلاییه. به چه مناسبت؟ یه نگاه بکنیم به تخت خوب با دقت، ببینیم چرا حالا عدد آواگادرو چیزی به دست اومده از قانون گازها و اون ان و اینها بماند. درس ما نیست. اما اون چیزی که مهمه شما بدونید اینه. ببینید عدد آواگادرو گفتم برای ما یه عدد طلاییه. چرا یه عدد طلاییه برای ما؟ نگاه کنید. ما در مورد محاسباتی که انجام داده بودیم، جرم اتم ها رو بر اساس یمیو به دست آوردیم، مشکل با واحد داشتیم یا عدد. مشکل با واحد بود، وگرنه عددی که خیلی هم خوبه، محاسبه است دقیقه. خب مشکل ما این واحد بود. پس ما بهترین کارمون اینه که عددامون رو حفظ کنیم، واحدامون رو تغییر بدیم. یعنی عددهای دقیق سر جاش بماند، واحدا به جای ایمیو بشود گرم. خب حالا میایم این سمت. چرا عدد آواگادرو؟ عدد آواگادرو خاصیتش اینه که اگر شما به تعداد مثلا کربن و یک اتم بردارید میشه 12 ایمیو. اگر به تعداد عدد آواگادرو مثلا 6.0 تا در 10 به توان 23 تا بردارید میشه 12 گرم. اکسیژن یه دونه برداری میشه 16 ایمیو. اگر به تعداد آواگادرو برداری میشه 16 گرم. ها؟ فلور یه دونه برداری میشه 19 ایمیو. اگر به تعداد عدد آواگادرو برداری میشه 19 گرم. همجوری الی آخر. پس نکته در اینه که شما الان عددهاتون در با عدد آواگادرو حفظ شد، 12 32 16، و از اون سمت واحدهاتون از ایمی شد گرم. این مشکل حل شد، عددها سر جای خودش هست، که البته میدونیم این عدد گرد شده است، تقریب داره، ایزوتوپاش و الاخر، ولی این واحدها تبدیل شد به گرم. این قشنگی عدد آواگادرو همینه. خب پس یه دونش میشه مثلا یه عددی. به همین خاطر اگه برای ما بنویسن سی مساوی 12، اس مساوی 32، او مساوی 16 و الی آخر، ما هر دوش برامون معنا داره. یه دونش رو میخواید، اون عدد واحدش ای ام یو، مثلا کربن ای ام یو 12 ای ام یو. اگه عدد آواگادروش رو میخواید همون عدد واحدش گرم. مفهومی رو ایجاد کردن به نام مول که میشناسید، یا حالا اتم گرم یا مولکول گرم. این مفهوم یک مفهوم ساختگیه، ما خودمون ساختیمش. بس خیلی از جاهای دیگه که واحد میسازیم، واحد مصنوعیه، مول وجود نداره، ما ساختیمش. چرا ساختیم؟ از این به بعد به جای اینکه تعریف کنیم و بگیم که به تعداد 6.02 بریم در ایت مغازه بگیم سلام علیکم آقا به تعداد 6.02 در 10 به توان 23 تا لطفاً اتم بدهید، به جای اینکه این حرفو بزنیم، اینقدر طولانی حرف بزنیم، میریم اونجا میگیم یه مول بده، اون خودش میفهمه یه مول چیه. هم مثالی که تو کتاب هست، مثال خوبی هم هست. مثلا شما میری میگی سلام علیکم، یه شونه تخم مرغ بده. خب شونه کو؟ مثلا شونه داریم مگه؟ نشون نمیشه داد که. یه قرار داده. خب ولی اینجا هم همینطوری. یه قرار داده. شما میری میگی یک مول. هم شما میدونی یه مول، وقتی میگیم دو مول، سه مول، یک و نیم مول، هر چی. شما میدونید دارید چی میگید، به چه تعدادی میخواهید، هم اون میدونه که به چه تعدادی باید به شما تحویل بده. پس این دوتا مفهوم مول رو ما خودمون ساختیم، واحد ساختیم. اگر از اتم استفاده میکنید میشه به تعداد 6.02 در 10 به توان 23 اتم از عنصر. اگر مولکول میخواید بسازید، مولکول میخواید، طرفتون مولکوله، میشه به تعداد 6.02 در 10 به توان 23 مولکول از یک ترکیب، که دیگه خیلی ساده است. برای محاسبه جرم مولکولی هم که جرم یه مولکوله، باز کامل بلدیم، فقط بگیم که حرفمون کامل بشه، جرم هر اتم رو در تعدادش ضرب میکنید با هم جمع میکنید. جرم هر اتم در تعداد ضرب و با هم جمع میشه. اگر واحدتون AMU، خب اینا واحدش AMU، جرم هاش چنده؟ یک AMU، ضرب در دوتاش 32 AMU، همجال آخر. اگر که نه عدد آواگادرو، این میشود
گرم. مثلا میگه 8 98 یه دونه میخواد، یه دونه مولکولش 98 AMU. به تعداد عدد آواگادرو مولکول میخواد میشه 98 گرم. این که شما میگن 98 گرم بر مول، یعنی دقیقا مفهومش همین دیگه. شما اینو میگین 98 گرم بر مول، چجوری اینو میگیم؟ یعنی میگیم خب ما پس به تعداد عدد آواگادروش میخوایم، یعنی شما یه صفر رو در 10^23 که میشه 1 مول، پس میشه 98 گرم. این کل اون چیزیه که شما بدونید. اون توضیحی که قسمت قبل گفتم بهتون، تو تخته قبل راجبش حرف زدیم با هم، یعنی تعریف جرم اتمی و مول و عرض کنم که جرم مولکولی و اینها. خب الان میخوام راجب اونا یک سوال حل کنیم. من اینجا دو تا هدف رو میخوام پیش ببرم. یکی این که ببینیم این در عمل و توی مسئله ها به چه صورتیه. دومی که یه چیزی بهتون نشون بدم به نام تناسب، که تو قسمت بعد که شما وارد استوکیومتری واکنش میشید از این فراوان استفاده میکنید. ببینیم سوال شماره 2، اگر تعداد اتم های هیدروژن موجود در 34000 میلی گرم H2S برابر 1.204 × 10^n باشه، n کدومه؟ بسیار بسیار شبیه تست کنکور، بسیار شبیه. چندین و چند مورد تا حالا این شکلی در کنکور تست اومده. بسیار خوب، بیام حلش رو با هم ببینیم. ببینید برای حل سوال، حل سوال استوکیومتری فرمول و بعد خواهید دید برای حل مسئله استوکیومتری واکنش، ما از یه چیزی به نام تناسب استفاده میکنیم. نمیخوایم بگیم که روش های دیگه مثل کسر تبدیل و چیزهای دیگه، حالا اون روش خطی که شما حل میکردید اینها مثلا چیزهای خوبیه یا بدیه، نه همه چیز از جای خودش خیلی خوبه. ما از یک روشی استفاده میکنیم به نام تناسب. خب ببینیم اون روش چیست. ببینید در روش تناسب شما یک سری سطر و ستون دارید که حالا آرام آرام من راجبش توضیح خواهم داد. فعلا یک گوشه ایشو ببینید. ما 3 ستون داریم در استوکیومتری فرمول: جرم اتمی، تعداد اتم یا مول. و میدانیم 1 مول از هر عنصری به تعداد عدد آواگادرو 6.03 × 10^23 تا اتم داره، یه جرمی هم داره، یه عدد برای خودش یه عدد داره. برای مولکول اگر باشه خب اینا همه برقراره، یعنی مول 1 مول، تعداد مولکول عدد آواگادرو، جرم مولکولی هم که خب دیدید مثلا محاسبه میشد به عنوان مثال H2SO4 NaCPO4 هر چی اصلا فرق نداره، قابل محاسبه بود. این اساس حل مسئله های استوکیومتری فرمول ماست. بعداً در استوکیومتری واکنش از همین فرایند، از همین سیستم استفاده میکنیم برای حل اون مسئله ها. بسیار خوب، من شروع میکنم ستون ها رو نوشتم، چون راجع به مولکوله پس جرم مولکولی من که مشخصه دیگه، H2S 2 تا 1، 1 دونه 3 تا 34 تا، تعداد مولکول 6.02 یا 6.022 اصلا تفاوتی نداره، ما معمولا دو رقم اعشار 23 مولش یکیه. حالا اینجا شما به جای ستون تعداد مولکول یک ستون دیگه باید باز کنید به نام تعداد اتم هیدروژن. ممکن بود تعداد اتم مثلا چی رو از شما بخواد؟ گوگرد رو بخواد. اگر تعداد اتم گوگرد رو بخواد، خب به ازای هر یه دونه H2S شما یه دونه S داری، یعنی تعداد مولکول های H2S با تعداد اتم های S با هم چیه؟ برابره. اما تعداد هیدروژن 2 برابره. نگاه کنید 2 برابر عدد آواگادرو، هر چی شما مولکول دارید 2 برابرش تعداد اتم هیدروژنشه، 2 ضرب در عدد آواگادرو. ما الان با این کاری نداریم، یعنی با مول کاری نداریم، مسئله راجع به مول نیست، مسئله راجع به تعداد مولکول هم نیست. به جای تعداد مولکول من از ستون تعداد استفاده میکنم، منتها این دفعه به جای تعداد مولکول تعداد اتم هیدروژن. جاگذاری ها رو انجام میدم. اگر 34 گرم جرم مولیش باشه به تعداد عدد آواگادرو مولکول داره، مولکول H2S، و طبیعتا 2 برابرش هم چی داره؟ تعداد اتم هیدروژنشه. 2 در 6.0 × 10^23 میشه تعداد اتم هیدروژن. حالا شما مسئلتون یک سری عدد بهتون میده. ببینید ما یک تناسب 4 جزئی همیشه می نویسیم. از این 4 جزء 3 تاش معلومه، یکیش مجهوله. ببینید 1 جزء، جزء 2 با اینا که اصلا کاری ندارید،
جزء اول دوم فرق نداره هر سمتی میخواید بیاد، یک جزء، دو جزء، سه جزء، چهار جزء. شما یک تناسب چهار جزئی مینویسید. الان یه مطلبی خدمتتون بگم، الان مسئله ها این یک تناسب چهار جزئی است و تو این چهار جزء سه تا معلوم دارید و یه مجهول. اینو بدونید تا آخرین مسئله در شیمی، هر سرفصلی دوست دارید، تا آخرین مسئله در شیمی، استوکیومتری واکنش انواعش، استوکیومتری محلول انواعش، مسئله های سرعت انواعش، همه بر اساس تناسب حل میشه. خواهید دید که ما همه رو بر اساس تناسب حل میکنیم، یعنی از یک شیوه استفاده میکنیم برای حلش. البته هر کدوم ممکنه زیر و بم های خودش رو داشته باشه، مثلا یک کسی اضافه داره، یک سید کم داره، اما چهارچوب کار یک تناسبه. تکرار میکنم، همه مسئله های شیمی رو از این به بعد ما با یک یا دو تناسب میخوایم حل کنیم، کنکورش هم همینه، همش بر همین اساس حل میشه. خب اینجا شروع اون تناسبه. ببینید جرم مولکولی رو من نوشتم، تعداد اتم هیدروژن، ممکن بود تعداد مولکول از شما بخواد، ممکن بود تعداد اتم اس از شما بخواد، ممکن بود مول از شما بخواد، هر چیز دیگه، هر چیز سر جای خودش میذاریم. عددهای مسئله هم سر جای خودش بذارید. 34000 میلی گرم. خب 34000، 34 در 10 به توان منهای 3 میشه 34 در 10 به توان منهای 3 میلی گرم، و میلی گرم هم که خب 10 به توان منهای 3 دیگه، درست شد؟ پس 34 در 10 به توان منهای 6 گرم، این گرمه، این واحد اینجا بچه ها گرمه، این واحد گرم، بالا هم گرم. خب اینم که تعداد، اینم تعداد، بسیار. حالا میخوایم در تناسب یه چیز دیگری رو با هم یه نگاه بکنیم. ببینید شیوه حل تناسب اینه که شما میایید میگید خیلی خوب، مثلا طرفین مساوی وسطه، این دوتا برابر ضرب این دوتا، نه این مثلا x تونه، اینه ضرب در اینه تقسیم بر این، یعنی 34 در 10 به توان منهای 6 ضرب در 2 ضرب در 6 منهای 0 در 10 به توان 23 تقسیم بر 34، با این کاری ندارید، تقسیم بر 34 با این الان کاری نداریم، تقسیم بر 34 خب میشه مساوی این، این ضرب در این تقسیم بر این مساوی این، طرفین مساوی، اصلا فرق نداره. این روش‌های کلاسیک حلشه. اما ما برای حل تناسب سه تا تکنیک می‌خوایم یاد بگیریم آرام آرام. اول تناسب، اول نسبت، دوم تو تناسب، اول نسبت، دوم تقریب، و سوم ساده سازی. نسبت، تقریب، ساده سازی. ببینید ما تا جایی که بتونیم، خواهید دید، حالا اینجا که خیلی محاسبه ندید، ولی خواهید دید تا جایی که بتونیم محاسبه انجام نمیدیم، از زیر محاسبه در میریم به قول معروف. تو محاسبه ما کاملا خصیصیم، تسته، نمیتونیم، مسئله تشریحی نیست که شما وقت داشته باشی شروع کنی ضرب و تقسیم کردن. بعد از زیر محاسبه در رفت، شروع کنیم یک جوری با به دست آوردن یک گوشه ای از یه عددی بتونیم یه گزینه ای رو قبل از این که وارد فرایند محاسبه بشیم حدس بزنیم. خواهید دید دونه دونه شو تو استوکیومتری واکنش خواهیم دید. الان میخوایم از اون سه تا تکنیک نسبت و تقریب و ساده سازی از نسبت استفاده کنیم. شما در تناسبتون دو تا ستون دارید دیگه، درسته؟ این میشه سطر تناسب و این میشود ستون تناسب. ستونتون واحداش یکی باید باشه که هست، هر دو گرمه، اینجا هر دو تعداده. هر اتفاقی در هر ستونی میفته در این ستون هم همون اتفاق باید بیفته. تکرار میکنم، هر اتفاقی در هر ستونی بیفته همون اتفاق باید در ستون دیگه هم بیفته. اینا البته خیلی ساده است، البته به روش های دیگه، با روش خطی، با کسر، همه چی میشه حلش کرد. فقط اینجا گفتم میخوام زوم کنم روی اینکه شما از الان شروع کنید به حل با تناسب، دستتون را بیفته، اون وقت خواهید دید مسئله های خیلی سخت و دشوار هم به راحتی با تناسب خیلی خوب و تمیز و سریع حل میشه. نگاه کنید در ستون سمت چپ 34 شده 34 در 10 به توان منهای 6، یعنی ضرب در 10 به توان منهای 6 شده. هر اتفاقی در این ستون میفته اینم در همون اتفاق میفته. نگاه کنید، من اول 2 رو در 6 ماهی 0 ضرب کردم. چرا این کارو کردم؟ ما یه جاهایی ضرب میکنیم، یه جاهایی ساده میکنیم،
اینا چیزایی که آروم آروم میبینید. من ضرب کردم چون دیدم عدد مسئله من 1.204 و 2.602 می شود 12.04. کاملا شبیه همه. برای اینکه دوباره اینو شبیه کنم به این، یه دونه ممیز بردمش عقب، یه دونه به 10^23 اضافه کردم. 1.204 در 10. فقط برای شبیه کردن این دوتا عدد کنار 10^ فلانه. خب الان این ضرب در 10^-6 شده در صورت به مخرج، اینم باید 10^-6 ضرب شه. خب این کناریاش که با هم برابره، 10^-24 ضرب داره، 10^-6 خواهد شد 10^-18، n تو میشه 18، میشه گزینه فکر کنم که 1، میشه گزینه 1. این تکرار میکنم استفاده از تناسب، البته خیلی ساده است، البته هیچ پیچیدگی توش نداره، به روش‌های دیگه هم میتونید حل بکنید، هیچ مشکلی هم نیست، اما استفاده از این روش رو دارم بهتون توصیه میکنم که از الان در مسائل ساده یاد بگیریدش، که بعدن که بهتون از اینا دادن مسئله های پیچیده تر تو استوکیومتری واکنش، تو غلظت، تو اسید و باز، تو سینتیک، انواع مسئله های پیچیده رو میبینید، گفتم با یک یا دو تا تناسب به راحتی حل میشه. در حقیقت ما اول یه راه نقشه راه به شما نشون دادیم، یه راهکار دادیم به نام تناسب، و بعد اون سه تا تکنیک هم فراموش نمیشه، تکنیک های محاسبه است، نسبت و تقریب و ساده سازی. اینجا چی استفاده کردیم؟ از تکنیک نسبت، تقریب و ساده سازی رو هم تو قسمت بعدی ازش استفاده میکنیم. یه مثال دیگر به همون صورت حل کنیم، و البته اینا باز یه تعدادی مثاله، مثل مثالایی که توی فرمول نویسی گفتم، این هم یه سری مثاله، حتما فایلهاش رو دریافت میکنید، فایلهاش رو حل میکنید، با پاسخها چک میکنید، اگه اشکال دارید توی کلاس هامون برطرف میکنید. خب ولی حتما باید حل بشه. من فقط به عنوان نمونه چند تا حل دارم میکنم که شما ببینید اون راه حلی که مورد نظر ما چیه، ولی بعد دیگه باید خودتون حل بکنید. البته مباحث آسونیه، البته سرفصل‌های ساده‌ایه و همه تون هم بلدید. خب تست شماره 8، تعداد شماره 0 تو در 10^22 تا مولکول از اکسید عنصر فسفر با فرمول کلی PXO6 دارای 22 گرم جرمه، در 110 گرم از این ترکیب چند اکسیژن، چند گرم اکسیژن. خیلی خوب، بیایم ببینیم که حل رو چجوری نوشتیم. این اطلاعات مسئله مونه دیگه، PXO6 این تعداد مولکول 22 گرم جرم داره، 110 گرم چند گرم اکسیژن. دوباره همون کارو میخوام انجام بدیم. نگاه کنید بچه، دوباره همون کار رو انجام دادم، یعنی اومدیم گفتیم این قاطی نشه با اون، این بالا و پایینش بچه هم قاطی نشه. ببینید الان میخوایم دوباره جاگذاری کنیم، جرم مولکولی، تعداد مولکول، مول، هر یه مولش به این تعداد مولکول داره و یه جرمی هم داره که خب ما جرمو نمیدونیم. حالا اینجا ایکس که میذاریم، این ایکس با اون ایکس قاطی نشه، این x ممکنه با اون x قاطی بشه، فکر کنید اون xه، نه این جرمه دیگه، جرم مولیه، مثلا میذاریم m، مثلا فرقی نداره. اینو برای این الان تغییرش دادم که این حس ایجاد نشه که اون x قبلی است. بسیار خوب، پس یه مولش که این تعداد مولکول داره یه جرمی داره به نام m که ما نمیدونیم چقدره، نمیتونیم محاسبه کنیم چون این x رو نداریم، نمیدونیم px x چنده که حتی قابل محاسبه است، ولی اطلاعات داریم. 6.0 در 10^23 مولکولش 22 گرمه. ببینید دوباره هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادیم، دوباره شد یک تناسب 4 جزئی، دوباره شده یک تناسب 4 جزئی، 3 جز معلوم و 1 جز چیه؟ مجهول. بسیار خوب، ما دوباره رفتیم سراغ یک تناسب، حالا باز دوباره از روش نسبت استفاده میکنیم، پایین 6.0 در 10^23 بالا 10^22 بالا 10^23، یعنی از پایین به بالا به سمت مجهول ضرب 10 شده، پس اونورم باید ضرب 10 بشه، پس امتون 220 گرم، به همین راحتی ام 220 گرم. حالا گفته چند گرم اکسیژن، خیلی خب من پی ایکس او مثلا 6 دارم، طبق گفته خودش هر 220 گرمش 6 تا 16 گرم، 6 در 16 گرم مال او، یعنی 96 گرم اکسیژن وجود داره. حالا 110 گرمه چند گرم اکسیژن داریم؟ تقسیم بر 2 تقسیم بر 2 می شود 48 گرم که میشه گزینه 3.
حالا هر چیز دیگه هم به شما گفتم میتونیم به دست بیاریم. مثلا ما الان میتونیم x رو به دست بیاریم. چجوری x رو به دست بیاریم؟ میگیم x ضرب در 31 پی 31 x ضرب در 31 به علاوه 6 ضرب در 16 که میشه 96 مساوی 220. درسته؟ از اینجا x چی میشه؟ به دست میاد. یعنی شما هر جوری که اینو انجامش بدید به دست میاد. حالا اینم براتون یه لحظه بنویسم ببینید، اینو مسئله از شما نخواسته ولی میتونید به دست بیارید. یعنی ما میتونیم بگیم که، یعنی میتونیم بنویسیم که پی ایکس، نگاه کنید این سه اضافه تر مسئله است، او 6 مساوی 220 گرم بر موله. خب ایکس ضرب در 31 به علاوه 6 ضرب در 16 مساوی 220. خب این می شود 96. این 31 x 96 رو برید اونور 100 تا کم کنید میشه 120، میشه 124. x خواهد شد 4. xتون میشه 4. یا به عبارتی الان فرمول شما می شود p 4 o 6. اینم اگر ازتون خواسته بودن که البته الان ازتون نمیخوانش. اینم یک صورت دیگری از همه مسئله‌هاش شکل و فرمتش اینجوریه. حالا ممکنه محاسباتش بیشتر باشه، ممکنه محاسباتش کمتر باشه، ولی همونجوری تناسب ها نوشته میشه. سعی میکنیم با نسبت، با تقریب، با ساده سازی مسئله هامون رو حل بکنیم. تاکید میکنم که باید اون سوالات رو حتما دریافت و حل بکنید، با پاسخنامه ها چک بشه و بعد ان شاءالله رفع اشکال بشه که قشنگ یادش بگیرید. بعد از فرمول نویسی و استوکیومتری فرمول وارد قسمت اصلی مسئله ها میشیم. قسمت اصلی مسئله هاتون استوکیومتری واکنش بود. دارم اون نظامی که اول گفتم رو بهتون یادآوری میکنم. استوکیومتری واکنشتون یا معمولی داشتید یا محلول داشتید که ننوشتم، یا سرعت یا سینتیک. خب استوکیومتری واکنش شروع میکنیم با استوکیومتری های معمولی. تبدیل عادی دارید، واکنش گازی، درصد خلوص، راندمان. بازه یا راندمان دو دست است، درصد خلوص سه دست است. وارد تک تکش میشیم، بحث میکنیم، توضیح میدم، تکنیک حلش رو میگم، نکاتی توش داره خواهم گفت. واکنش های گازی سه دستن، تبدیل های عادی هم چهار دستن. یادتون باشه گفتیم، حالا الان دوباره تکرار میکنم، تو تبدیل های عادی چهار دسته داریم. گرم میده گرم میخواد، گرم میده مول میخواد، مول میده مول میخواد و مول میده گرم میخواد. پس گرم گرم، گرم مول، مول مول و مول گرم، این چهار دست است. خب الان پس وارد تبدیل های عادی. صورت سوال یه نگاهی با هم بکنیم، یه نگاه به صورت سوال بکنیم. یک سوال کاملا ساده، درست؟ باز فقط برای اینکه چی یاد بگیریم؟ فقط برای اینکه بریم و تناسب رو روش ببینیم. حالا از این سوال ساده شروع میکنیم، تناسب رو روش کار میکنیم، یکی دو تا مطلب خیلی ساده میگیم و بعد قدم به قدم جلو میریم و نکات رو پشت سر هم دیگه میگیم. مطالب و اون تکنیک ها رو پشت سر هم دیگه با هم خواهیم دید که حالا بعضی هاش رو الان اشاره میکنیم ولی بقیهش رو میگذاریم در قسمت های بعد. از حرارت دادن 100 گرم آلومینیوم سولفات چند گرم گاز گوگر تیروکسید به دست میاد، اطلاعات داده و تمام. البته این آل 27 بچه های آل 27 یه اشتباه تایپی اتفاق افتاد. آل 27 37 نیست، اشتباه هم. خب الان دیدم. ببینید من تناسب می نویسم در شیوه هایی که شما قبلا حل کردید، با احترام به همشون، همشون هم خوب و مناسبه، باعث دیگری رو مطرح کنیم. در شیوه تناسب همونی که تو استوکیومتری فرمول دیدیم، از همون میخوایم اینجا استفاده کنیم. چهار یک تناسب چهار جزئی، سه تا معلوم و یکی هم مجهول. سه معلوم و یک مجهول. حالا اولین سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا امکان پذیر هست که از این سه تا جزء معلوم و یک مجهول از این نوع هم داریم که مثلا دو تا مجهول توش داشته باشیم؟ بله امکان پذیره. خب اگر این شد چی کار کنیم؟ اون سه تا تکنیک برای خودش داره، سه تا روش برای خودش داره که حالا تو قسمت بعد خواهیم گفت. پس امکان داره شما به دو تا مجهول برخورد کنید و اونم راه خودش رو داره. اما حالت عادی ما، حالت هایی که حالا داریم الان نمونهش رو میبینیم، سه معلوم و یه مجهول. اول معادله رو مینویسیم، بعد موازنش میکنیم که موازنه اگه یادتون باشه خوندید قبلا، بزرگترین ترکیب رو انتخاب میکنیم، ضریب یک بهش میدیم، فلز رو موازنه میکنیم، نافلز رو، هیدروژن و اکسیژن و عنصر آزاد.
آیا روش های دیگری برای موازنه وجود داره؟ بله. میگیم بله، سجا خودش. روش های دیگری هم برای موازنه وجود داره. ما فعلا از همین روش به نام روش وارسی یا حالا اصطلاحا همون سعی و خطا استفاده میکنم، که گفتم بزرگترین، اونی که بیشترین تعداد اتم داره، بزرگترین ترکیب یک، بعد فلز، نافلز، هیدروژن، اکسیژن و عنصر آزاد. خب طبق اون چیزی گفتیم SO3 رو بهش دادیم 3، این موازنه شده. عددهای پشتش رو بیارید پایین. الان من داده و خواستم اینه. ببینید 5 تا گام داریم، بعدا دوباره تکرار خواهم کرد. 5 تا گام داریم: معادله، موازنه، تعیین داده و خواسته، اطلاعات مسئلتون، جاگذاریتون و اون تناسبتون رو حل. معادله رو میده، موازنش با ما، داده و خواستتون این و این، داده و خواسته. قسمت بعدی گفتیم اطلاعات مسئله، اطلاعات مسئلهتون چی بهتون میگه؟ میگه که 100 گرم از اون، اینجا می نویسیم آل دو اس او چهار سه مرتبه 100 گرم، 100 گرم از اون، از این ایکس گرم، از این چه مقدار بر حسب گرم. این اطلاعات مسئلهتون و داده خواسته مسئلهتون. پس جاگذاری میکنید داده های مسئلهتون رو. 100 گرم از این، چند گرم از این. دقت. الان تناسبتون تشکیل شد، جزء یک، جزء سه، جزء چهار، جزء باز یک، تناسب چهار جزئی، سه معلوم و یه مجهول. اما نکته‌ای وجود داره که قبلا اونورم دیدیمش، خیلی بهش نپرداختیم، اما دقت کنید. تناسب بچه‌ها سطر داره و ستون داره. سطر تناسب، ستون تناسب. یادداشت کردم، ببینید ستون تناسب باید هم واحد باشه، یعنی هر دو مول، هر دو گرم، هر دو حجم، بالا و پایین باید واحدش یکی باشه. اما این ستون هیچ ربطی به این ستون نداره. ستون لازم نیست هم واحد باشه، ستون ها همه مثلا همه مول باشن، همه گرم باشن، همه حجم باشن، لازم نیست. اما ستون باید هم واحد باشه. نمیشه این مول باشه این گرم، نمیشه این مول باشه این گرم، این شدنی نیست. هر دو مول، هر دو گرم، هر دو حجم. چه کنیم؟ ما دو تا راه داریم. یا باید مول رو به جرم تبدیل کنیم، مول رو ضرب جرم مولی کنیم که بشه جرم، یا باید جرم رو تقسیم بر جرم مولی کنیم. پس اول باید بریم جرم مولی این حضرت رو حساب کنیم، آل 2 اس 4 سه مرتبه. برای محاسبهش شما میگید که خیلی خوب، 2 تا 27 گفتم اون اصلاح بشه، 2 تا 27 به علاوه 3 تا 32 تا S32 به علاوه 3 در 4 در 16. محاسبه طولانی داره و غلط نیست، ولی زمان زیادی هم میگیره. بعضی از عددها و بعضی از ترکیبات و جرمش رو به ذهنتون بسپارید. من دونه دونه معرفی میکنم در مسئله. یکی از ترکیبایی که به ذهنتون بسپارید اینه: 8S4 98، پس SO4 میشه 96، پس SO3 میشه 80، پس SO2 میشه 16 تا کمتر میشه 64. SO4 رو به ذهن بسپاریم. وقتی SO4 رو به ذهن سپردیم حالا راحت میشه. 2 تا 27 دقت بفرمایید، AL2 SO4 سه مرتبه میشه مساوی 2 تا 27. نمیایم دیگه تک تک ضرب کنیم. ببینید اگه بلد نباشیم آسمون زمین نمیره، زمین هم آسمون نمیاد، ولی زمانمون میره. این میشه 3 ضرب در 96. خب 3 تا 96 تا 288 تا به راحت تر قابل محاسبه است. با 2 تا 27 تا 54 تا، 288 با 54 میشه 342. پس ضرب در 342 تبدیلش کردم به گرم. حالا ممکنه یکی بگه من دوست دارم اینو تقسیم بر 342 کنم، اشکال نداره، هم ضرب درست هم تقسیم. ما با ضرب راحت تریم، ضرب عملیات ساده تری برای محاسبه، وگرنه اونم ایرادی نداره. خب این مولم با مول لازم نیست اینو بنویسید که. SO3 هم از همینجا میتونید به دستش بیارید. SO3 هم ضرب 80 میشه، 80 گرم بر مول، پس اینم شد. خب حالا مجدد میخوایم از روش چی استفاده کنم؟ از تناسب. ببینید خب الان این چجوری شده؟ این 342 تقسیم بر 3 ممیز 42، 3 خورده ای، سعی کنید خورده، حالا نمیخوام خیلی دقیقا بگیم، اینم تقسیم بر 3 ممیز 42 باید بشه، 240.
آقا x مساوی میشه با x رو خوب بنویسم، x مساوی میشه با 240 تقسیم بر 3 ممیز 42. بسیار خوب، 240 تقسیم بر 3، این یه چیزی میگم یادتون باشه، اصلا در محاسبه خیلی کاری به ممیز و صفر رو اینا نداشته باشید، خواهید دید فراوان با هم اینا رو کار میکنید. خب خیلی کاری با اینا نداشته باشید، بعدا میتونیم درستش کنیم. خب حالا نگاه کنید، من خودم استفاده کنم، 240 تقسیم بر 3 ممیز بذارید کنار میشه 80، مخرج از 3 یه مقداری بیشتره، مخرج از 3 مقداری بیشتره، پس حاصل این کسر مقداری از 80 کوچکتره. تکرار میکنم، اگر مخرج 3 بود میشد 240 تقسیم بر 3 میشد 80، اما الان مخرج شما از 3 یه مقداری بیشتره، پس حاصل کسرتون یه مقداری از 80 کوچکتره. نگاه به گزینه هامون بکنیم، یه نگاه به گزینه هامون بکنیم. خب نگاه کنید، دوباره تکرار کنیم، 240 تقسیم بر 3 ممیز 42، اگر تقسیم بر 3 بود میشد 80، حالا اون مخرج کمی از 3 بزرگتره، پس حاصل کمی از 80 کوچکتر گزینه 3. گزینه 3 ببینید، گزینه 1 خیلی کوچیکه، گزینه 2 هم خیلی کوچیکتره، یه ذره 4 هم کسا بزرگتر از 80 حذفه. پس این میشه، باز تکرار میکنم حرفمو، ما اصلا وارد محاسبات تا جایی که میتونیم نمیشیم. حالا ممکنه یه سوال ایجاد بشه که وقتی گزینه ها نزدیک بود چیکار کنیم، اگه نتونستیم نسبت پیدا کنیم چیکار کنیم، و سوالای شبیه به این که حتما در قسمت‌های بعدی براتون توضیح میدم. اما نکته ای که آخر من فقط دوباره اینو تکرار بکنم، از تناسب برای حل استفاده کردم، باز حرفی که در قسمت قبل تو استوکیومتری فرمول زدم بهتون، گفتم که ما از همه اینها رو بر اساس تناسب حل میکنیم، یک تناسب 4 جزئی است، 3 تا معلوم 1 مجهول، قبلا هم دیدید همین جوری بود، اینم باز همونه، 3 تا معلوم 1 مجهول. آیا ممکنه که شما دو تا مجهول داشته باشید؟ بله. سعی میکنیم از روش نسبت استفاده بکنیم. خب اگر نسبت نبود چی کار کنیم؟ مثلا روش های دیگه، بله، تقریب داریم، ساده سازی داریم، از همش میتونیم استفاده کنیم، از همش هم مثال هست، مثال میزنیم و بعد مسئله های نکته دار میبینیم که نکاتش رو چجوری باید لحاظ بکنیم تو محاسبات، تو تکنیک ها، تو شیوه ها، تو روش ها، و ایشالله کار رو جمع جورش میکنیم. پس فعلا تو استوکیومتری عادی یه دونه حل کردیم، بقیهش رو میگذاریم برای بعدن، تو تبدیل های عادیمون و نکاتش رو و ادامهش رو برای بعدن پیش رو میگیریم ایشالله. در پناه خدا باشید، فعلا خسته نباشید.